درود بر شما، محمد شفی هستم از مجموعه پی ال سی وان. در خدمت شما هستیم با ادامه آموزش اچ ام آی دلتا سری 100. خب ما توی برنامه اچ ام آی دلتا اگر میخواستیم یه دونه مموری بیاد یه خروجی رو فعال بکنه، میتونستیم یه مینتین بذاریم اینجا و حالا یا مینتین یا مومنتاری. مثلا من MSF رو اینجا میذارم، خب رنگش هم مثلا میذارم سبز، اینجا هم تکسش رو مینویسم MSF. خب این MSF ره حالا یا به صورت مینتین یا به صورت مومنتاری، وقتی که 0 و 1 میشد میتونستیم توی برنامه PLC بیایم یه MSF رو در نظر بگیریم، مثلا لود کن MSF. حالا این MSF ره یا خروجی وای 0 رو اوت میکرد، یا اینکه میتونستیم اگر مومنتاری استفاده کنیم میتونستیم MSF مثلا M1 بیان وای 0 رو 3 تو ریسیت کنم، یا می اومدیم توی برنامه DOP Soft سری 100 توی بک‌گراند ماکرو می اومدیم اینجا از بیت آن و بیت آف استفاده میکنیم. قبلش هم یه شرط در نظر میگرفتیم، مثلا میگفتیم که اگر اینجا مثلا اگر فلان بیت مثلا 0 یا 1 باشه، یا اگه از این عدد بزرگتر یا کوچکتر باشه بیا بیت آن کن و بیت آف کن. حالا یه گزینه دیگه هم اینجا داریم توی قسمت بیت سیتینگ به نام گت بیت، که از این گت بیت هم میتونیم ما استفاده بکنیم. ببینید الان سورس بیت رو من همون MSF میدم، ببینید MSF به عنوان سورس بیت، و وقتی که عمل کرد بیاد وای 0 رو برای من فعال بکنه. اینجا دیگه وقتی که MSF فعال میشه وای 0 رو فعال میکنه، MSF غیر فعال بشه وای 0 رو غیر فعال. دیگه لازم نیست مثل حالت بیت آن و بیت آف، برای حالت آن و آفش جداگونه شما دستور بنویسید. این وضعیت MSF رو میاد متناسب با وضعیت وای 0 رو متناسب با تغییرات MSF میاد اعمال میکنه. MSF اگر فعال باشه وای 0 فعاله، اگر غیر فعال باشه اونم غیر فعاله. خب برای اینکه اینو ببینیم میتونیم یه دونه اینجا ایندیکیتور بذاریم و اینو من آدرسشو میدم، تکسشو میدم وای 0. خب آدرسش هم خب اینجا میشه وای 0، میخوام وای 0 رو اینجا بیام و فعال بکنم، درسته؟ اندازش هم یه ذره بزرگتر میذارم، رنگش هم مثلا وقتی که عمل کرد بشه مثلا زرد. خب من الان برای این وای 0 برنامه اینجا ننوشتم توی PLC، MSF نیاد وای 0 رو فعال بکنه، ولی برای اینکه MSF رو ببینم میتونم بگم مثلا MSF بیاد MS100 رو اوت بکنه، فقط میخوام MSF رو ببینم. بعد وای 0 بیاد چیکار کنه؟ اینجا یه دونه وای 0 رو میذارم، وای 0 بیاد مثلا M200 رو اوت کنه. اون MS100 و 200 برای من مهم نیست، ولی وضعیت MSF و YSF برای من مهمه. پس الان اینجا این برنامه رو یه جوری نوشتم که توی برنامه PLC شما MSF رو فعال کردی. اجازه بدید من دانلود بکنم. من MSF رو فعال کردم، YSF رو اینجا ست یا ریست نمی کنه، کاملا از هم دیگه مستقل و جدا هستن. حالا میام برنامه HMI رو که اون گت بیت رو براش نوشتم میام اینجا سیموله می کنم. ببینید MSF رو که میزنم YSF رو برای من فعال میکنه، غیر فعال هم میکنم برای من غیر فعال میکنه. ببینید فعال غیر فعال. پس من دیگه اینجا بیت آن یا بیت آف یا ست و ریست ننوشتم، با گت بیت اومده این کار انجام دادم. حالا سوال پیش میاد، مثلا من اگر بیام اینجا بک‌گراند ماکرو رو اگر همین MSF رو برای همه خروجی های 14 SS توی خودم بنویسم، که من الان 6 تا خروجی دارم دیگه، اگر دقت بکنید این دستور اجرا میشه ولی با یه دیلی، یعنی متناسب با این که توی چه خطی باشه میاد خروجی ها رو برای ما فعال و غیر فعال میکنه. مهم اینه که اون لحظه ای که شما مموری MSF رو میزنید توی چه خطی از اجرای برنامه توی ماکرو هستش. وای 0، وای 1، وای 2، وای 3، وای 4 و وای 5. ما 6 تا خروجی داریم دیگه تو 14 اس اس تو. حالا میام چیکار میکنم توی در واقع اینجا اینو میام چیکار میکنم، میتونم دوپلیکیت بزنم براش،
و بگم که ردیف من هست 6 تا، یه دونه ستون دارم، فاصله اینم مثلا بذار 10. ببینه اینجوری یه بک میزنم، یه بار دیگه دابلیکیت، فاصله عمودی این دوه تاثیر نداره، این دهه اینجا تاثیر نداره. خب الان آدرس هاش خود به خود وای 1 تا وای 5 شد که من همینو میخوام دیگه. فقط این تکساش باید درست بشه، این میشه وای 1، این میشه وای 2، درسته؟ این میشه وای 3. آدرساش درسته، فقط تکستاش رو من تغییر میدم. یعنی با دستور get bit و ms0 میخوام چیکار کنم؟ این چنده وای 4 فکر کنم اگه اشتباه نکنم، وای 4 و اینم وای 5. با دستور get bit میخوام همه خروجی های 14 SS2 رو بیام اینجا فعال بکنم. خب اینو اینجا داریم، درسته؟ من سیو اینجا آنلاین میشم. خب ببینید MSF رو که فعال میکنم همه رو فعال و غیر فعال میکنم. ببینید گاهی اوقات اگر دقت بکنیم اون خطی که داره برنامه اجرا میکنه دقیقا از وای صفر نیست، ممکن از وسط باشه. برای همین شما میبینید که مثلا از وای 4 شروع میکنه به فعال و غیر فعال کردن. حالا من میام این وایا رو میخوام اینجا ببینم. ببین باز هم به برنامه ما ربطی نداره، اینجا این 4 تا 5 تا 6 تا، این میشه وای 1، این میشه وای 2. میخوام ترتیب روشن شدنش رو توی PLC هم شما ببینید که به اون دستور get bit چطور این کار انجام میشه. اینم وای 5، درسته؟ 0 1 2 3 4 5، همه خروجی ها 14 SS2 اینجا. حالا برای نمایشه دیگه، اینجا میخوایم ببینیم که چه اتفاق برایشون میافته. الان روی حالت آنلاین هستیم CPU ما، و من میام روی حالت در واقع HMI. یه بار دیگه بکگراند ماکرو رو نگاه میکنم، ببینید MSF get bit میکنه وای 0، وای 1، وای 2، وای 3، وای 4 و وای 5، درسته؟ اینجا میام روی حالت آنلاین ببینم چه اتفاق میفته. خب MSF رو فعال میکنم. ببین دقیقا همون ترتیبی که داره روی HMI اتفاق میفته همون ترتیب داره روی PLC هم اتفاق میفته. یعنی اون لحظه ای که MSF فعال یا غیر فعال میشه یه خطی از ماکرو داره اجرا میشه، از همونجا ادامه کار رو شما میتونید ببینید. ببین دقیقا اینجا اگه از وای 3 شروع میشه اونم وای 3، یا از وای 3 خاموش میشه یا اینجا الان از وای 4، از هر جایی که در واقع برنامه اجرا میشه توی ماکروی HMI دقیقا از همونجا توی برنامه WPL Soft هم شما میبینید که تغییرات داره اعمال میشه. پس اگر بخواید توی یک برنامه دیگه از بیت آن یا بیت آف استفاده نکنی، برای وضعیت دو تا بیت که میخوایم به همدیگه وابستش بکنیم، میتونید دستور یا دستور ماکرو توی بک‌گراند ماکرو و گت بیت میتونین استفاده کنید. گت بیت من یه بار دیگه توضیح میدم، اینجا اگر دقت بکنید یه دونه سورس بیت داریم که اون بیتی هستش که میخواد فعال و غیر فعال بشه، که مثلا اینجا گفتیم ام 0، و یه دونه هم نتیجه هستش که اینجا توی قسمت در واقع نتیجه اون مثلا با 0 1 2 3 حالا هر چی که داریم اونجا وارد میکنیم که وقتی که سورس بیت عمل کرد بیاد اون وای 1 یا حالا خروجی یا مموری یا حالا هر دیوایس دیگه هستش بیاد اونو غیر فعال کنه. اینجا میتونید توی قسمت سورس بیت شما مثلا ایکس بذارین، یعنی به ورودی های PLC میتونید اونو وابسته بکنید، که به این صورت این برنامه و این دستور ماکرو رو خدمت شما توضیح دادیم. پیروز باشید.